والا حضرت شاه دخت فرحناز پهلوی، متولد 21 اسفند ماه سال 1341، دومی فرزند محمد رضا شاه و شهبانو فرح پهلوی، خواهر تنی رضا، علی رضا و لیلا پهلوی و خواهر ناتنی شهناز پهلوی. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. شهبانو فرح، مادر فرحناز، درباره تولد اولین دخترش گفته فرحناز در 21 اسفند ماه سال 41 در آغاز رویدادهای مهم سیاسی در کاخ سعدآباد به دنیا آمد. اتاقی رو که تو یکی از زیرزمین‌ها مخصوص کارهای دندون پزشکی بود برای وضع حمل من آماده کردن. شادی فراوانی رو که بر اثر تولد دختر احساس کردم به یاد دارم. در این شادمانی من تنها نبودم، بلکه والا حضرت اشرف و والا حضرت شهناز هم با آگاهی از این خبر چنان فریاد کشیدن که کم مونده بود آقای نازنینی که برایم قرآن می آورد از پله ها سرنگون بشه. پادشاه و پسر بزرگمون رضا فرحناز رو در بغل گرفتن. همسرم از داشتن یه دختر خیلی خوشحال بود. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی رو در تهران و در مدرسه ویژه نیاوران گذروند و با وقوع انقلاب ناچار شد که از آذر سال 57 به آمریکا پیش برادرش رضا پهلوی بره. مدتی توی آمریکا درس خوند و به خاطر گرفتاری‌هایی که برای خانواده پهلوی پیش اومد، اوایل سال 59 به کالج آمریکایی قاهره توی کشور مصر رفت و اونجا به درس خوندن ادامه داد. فرحناز زمان فوت پدرش در بیمارستانی در قاهره کنار تخت ایشون بود و در تشییع جنازه پدرش هم شرکت کرد. بعد از مدتی به آمریکا برگشت و یک سال در کالج بنینگتون تحصیل کرد. بعد از اون به دانشگاه کلمبیا توی نیویورک رفت و تحصیلاتش رو ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان رو از این دانشگاه گرفت. فرحناز با سرمایه قابل توجهی که از 15% ارثیه پدرش به دست آورد، سهامدار چند مؤسسه و کارخونه بزرگ توی آمریکا شد و از درآمدهایی که از شرکت‌ها داره، گاهی تو کارهای خیریه هم سهیم میشه. فرحناز از نظر عاطفی به برادرش رضا پهلوی بسیار وابسته است. در حال حاضر ایشون مجرده و توی شهر نیویورک زندگی میکنه و بعضی از اوقات سال تو سوئد و فرانسه اقامت داره. شاهدخت فرحناز در حال حاضر 60 سال سن داره، ولی ظاهرش بسیار شکسته، ضعیف و لاغره و بسیار پیرتر از سن واقعیش به نظر میرسه. متاسفانه فرحناز به بیماری پیری زودرس یا پروجریا مبتلا است. این بیماری وضعیت بسیار نادر ژنتیکی و تعداد موارد بروز این اختلال در بین افراد 1 مورد از 8 میلیون تولده. توی این بیماری علائم و نشونهای پیری و کهولت توی سن بسیار کم پدیدار میشه. کسانی که دچار این بیماری هستن متاسفانه زود میمیرن و شاهدخت هم با صرف هزینه‌های کلان درمانی است که تونسته به زندگی ادامه بده. میگن فرحناز زمانی که نوجوان بود عاشق ستار خواننده پاپ بود. مادر شاه هم توی خاطراتش به این موضوع اشاره کرده، ولی خانواده پهلوی با ازدواجش با یه خواننده مخالفت کردن، چرا که این ازدواج خارج از قوانین درباری بود. حتی هنگام خارج شدن خانواده پهلوی از ایران، فرحناز به مادر شهبانو فرح میگه عکس ستار که دوستش دارم و برام از کاخ بیارید. این ناکامی عشقی فرحناز رو دچار مشکلات روحی کرد و از اون به بعد مجرد موند و با هیچ مردی ازدواج نکرد. ستار خواننده مورد علاقه خانواده سلطنتی بود و تنها هنرمندیه که هنوز هم به سلطنت ایران احترام میذاره. وقتی که کار روزانه شاه و فرح تموم میشد و اونا به کاخ اختصاصیشون که در حقیقت محل زندگیشون بود میومدن، اگه مهمونی‌های تشریفاتی به مناسبت سفر سران و مقامات کشورهای خارجی در بین نبود، زندگی شبانه و خصوصیشون شروع میشد. شاه زمستونا معمولاً تو کاخ نیاوران به سر میبرد و تابستونا غیر از ایامی که به شمال میرفت به کاخ اختصاصی سعدآباد میرفت و معمولاً کمتر شبی بود که گذران شبانه در کاخ اختصاصی همراه با یه برنامه سرگرم کننده نباشه. به طور معمول هفته ای 3 شب مهمونی خصوصی تو دربار برگزار میشد که توی این مهمونی های خصوصی افرادی که به عنوان حلقه خصوصی دوستان شاه و فرح بودن شرکت میکردن. برای شرکت و به قول معروف هنرنمایی توی این مجالس بیشتر از خواننده های معروف اون دوره دعوت میشد که ستار و کوروس سرهنگ زده بیشتر از بقیه خواننده ها دعوت میشدن. از گوگوش آیده هم دعوت میشد. از جمله کسان دیگه‌ای که دعوت میشد عبدالکریم اصفهانی بود
که در رادیو ادای خواننده ها و هنرپیشه ها رو در می آورد و صدای اونا رو تقلید می کرد، اما تو مهمونی های دربار به تقلید صدای رجال مشغول می شد و مخصوصا تقلید از طرز حرف زدن هویدا در بین حاضران خیلی طرفدار داشت. این اواخر که هویدا هم توی مهمونی های خصوصی دعوت می شد، گاهی در حضور خودش اداشو در می آوردن. خالی از لطف نیست یادی کنیم از ترانه معروف شازده خانم ستار که حواشی بسیار زیادی دربارش وجود داره. خیلی ها میگن که ستار این ترانه رو برای شاهدخت ایران یعنی فرهناز خونده. ترانه سرای شازده خانم محمد صالح علاست که ایشون در مصاحبه ای تو سال 95 با کیهان لندن در این خصوص گفته: موقعی که این ترانه رو سرودم خیلی جوان بودم و به یه نفر که تو ایران نبود خیلی علاقه من بودم. میخواستم یه نامه براش بنویسم. همین که کاغذ و قلم رو برداشتم و توی تاریکی شروع کردم به نوشتن، تبدیل شد به ترانه شازده خانم. یعنی من ابداً این رو نه اصلاح کردم و نه دستی به اون زدم. همین که شروع کردم به نوشتن برای اون شخص، خودش اومد. اولین باره دارم اینو تعریف میکنم. اول قرار بود داریوش اقبالی این ترانه رو بخونه. از قضا به اتفاق ناصر چشم‌آذر برای اولین بار توی زندگیم به کاباره رفتیم و از اونجا رفتیم خونه داریوش که تو خیابان بهار شیراز بود. تا دمدمای صبح اونجا بودیم. اونجا آقای چشم‌آذر گفت ساواک تایید کرده داریوش حق خوندن این ترانه رو نداره و این شد که قرعه به نام ستار افتاد و زیبا هم خوند. شاید اگر داریوش این ترانه رو خونده بود، این همه شایعه هول و هوش اون ترانه ساخته نمی‌شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.